برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. وزیر مهاجرت عراق از پیوستن دو استان دیاله و دیوانیه به فهرست استانهایی که به دلیل تغییرات آب و هوایی شاهد موج آوارگی هستند خبر داده است. او افزوده شعبه های این وزارتخانه در استانها آوارگی 7000 خانواده به دلیل تغییرات آب و هوایی را ثبت کردند که بیشترین تعداد برای استان زیغار با بیش از 4000 خانوار، سپس استان میسان با 1354 خانواده و بعد از آن بصره است. به گفته هرچند برای این آوارگان کمک هایی صورت گرفته، اما اغلب آنها شغلشان را از دست داده و این امر تأثیر پررنگی در افزایش فقر در میان این خانوارها داشته است. نی یا نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان به مناسبت 21 نوامبر روز جهانی تلویزیون اعلام کرده که از زمان حاکمیت دوباره طالبان تا کنون 52% از رسانه های افغانستان از فعالیت باز ماندند. نی امروز سه‌شنبه 30 آبان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که در 2 سال اخیر بیش از نیمی از رسانه های تصویری افغانستان فعالیتشان را توقف دادند. این در حالی است که طالبان از زمان تسلط دوبارهشان بر افغانستان محدودیت‌های گسترده‌ای در برابر کار خبرنگاران و رسانه‌های آزاد وضع کردند و این گروه بارها خبرنگاران را بازداشت، شکنجه و زندانی کردند.